ای بی تو دل تنگم بازیچه طوفان‌ها، چشمان تبالودم باریکه باران‌ها، مجنون بیابان‌ها افسانه مهجوری است، لیلای من اینک من مجنون خیابان‌ها، آویخته دردم آمیخته مردم، تا گم شدم از خود گم در جمع پریشان ها. آرام نمی یارد گویی غم من دارد، آن باد که می زارد در تنگی دالان ها. با این تپش جاری تمثیل من از داری، هر بارش رگباری بر شیشه دکان ها. با زمزمه غمبار تکرار من است انگار، تنهایی فواره در خالی میدان ها. در بستر مسدودم با شعر غم‌آلودم، آشفته در این رودم در جاری انسان ها. دریاب مرا ای دوست ای دست رهاننده، تا تخته برم بیرون از ورطه طوفان ها. در مرحله اول خودم رو معرفی میکنم، یه خود از یعنی بیوگرافی رو میگم که اصلا چی شد، چجوری شد که اصلا عکاس شدم، چرا اصلا عکاسی رو شغل خودم کردم، در صورتی که اصلا رشته تحصیلیم یه چیز دیگه است. ببینید، من یه بچه ایلاتی هستم، یعنی پدر مادرم اون زمان اگه من میگفتم میخوام برم عکاسی بخونم یا عکاس میخوام بشم، اصلا نمیتونن قبول کنن، چون اون موقع رشته عکاسی رشته خاصی نبود، شناخته شده ای نبود مثل الان که دانشگاهی باشه. نمیدونم، اصلا اگرم دانشگاه بود رشته عکاسی تو ایران اون موقع اصلا تدریس نمیشد. نقاشی، گرافیک اینا بود یا چیزایی که باید بود مثلا عکاسی رو تا یه حدی بدونم. برای همین من رفتم رشته برق، فارغ التحصیلم شدم، ولی هیچ وقت از این رشته خودم به هیچ عنوان استفاده نکردم. از همون اولش عشقم عکاسی بود. یه دونه دوربین استیماتیک آکفا خریدم و شروع کردم از بچه‌های مدرسه‌مون، همون دبیرستان شرف که من می‌رفتم تو خیابون منیریه، از بچه‌ها عکس می‌گرفتم. یه نوندونی شده بود برای من، مثلا عکساشون رو می‌گرفتم می‌رفتم پیش آقای گرامی عکاسی هما که یادش بخیر، چون واقعا یکی از کسانی که همیشه مثل شما به من لطف داشت ایشون بودش. می‌رفتم اونجا عکس رو سریع چاپ سریع می‌زدم، فردا صبح می‌بردم عکس رو می‌دادم، مثلا 3 ریال که الان مثلا پولی نیست، یا 5 ریال که اصلا الان دیگه نمیشه بهش حساب کرد، هیچ کس هم توی فکرش هم نمیتونه بفهمه که اصلا 3 ریال یعنی چی یا 5 ریال یعنی چی. ولی من عکس رو می‌دادم، مثلا 2000 استفاده می‌کردم، چش خالی می‌کردم. البته اگر من اون کارو می‌کردم نه به خاطر پولش، به خاطر عشقی که از اول به عکاسی داشتم. همینجوری ادامه دادم تو همان که درس می‌خوندم، تو هر جایی که بودم، تو مدرسه، دبیرستان، دانشگاه، این ور اون ور، همه منو به عنوان عکاس می‌شناختن.
درصد زمان گذشت و 40-50 سال از اون زمان گذشته و من اینجور که دوستانم میگن عکاس شدم، ولی خودم هیچ وقت ادعای راجع به این که عکاس هستم، عکاس خوبی هستم، اصلا اینجوری نیستش. فقط عکس میگیرم چون عشق و علاقه و زندگی من عکاسی شده. همجورم که تو هزاران برنامه گفتم، تاوانی که من سر عکاسی ایران دادم هیچ کس ندادم. عکاسی ایران به یه مرحله رسیده با وجود دیجیتال که مراما، شخصیت ها، اصلا احساس هم دیجیتالی شده. یعنی وقتی من با بچه ها میرم میبینم که 2000 تا عکس میگیرن، بعد ثمره کارشون شب که میشینیم مثلا عکسش میبینیم 6 تا عکسه، میگم بابا 2000 تا عکس گرفتی طبق گفته خودت، یعنی ثمرهش باید 6 تا دونه عکس باشه. منم زیاد عکس میگیرم، تو سفرها اکثر بچه ها دیدن، من از همشون بیشتر عکس گرفتم، ولی حتی اون عکسایی هم که خرابه من دلم نمیاد پاکش کنم یا به قول شما دیلیتش کنم. میخوام یه یادگاری از خودم بذارم که نسلای بعد نگن که ایران پل فیروزه مرجعه. یه روزی من دلم میخواد، یعنی همیشه آرزوم بوده که پل فیروزه رو که رولف بنیت چاپ در زمان اون رژیم چاپ کرده بذارمش کنار، یعنی آرزوی من همیشه این بوده. برای همین این کتاب هست ایران از نگاه من، افشین بختیار. دلم میخواد بدونن که اگه کتابایی که تا حالا از من چاپ شده، من زیاد بانک خیلی خوبه از نظر فروش، از نظر چیزی که خود ناشرها میخواستن، ولی اون نگاه من نبوده، با معذرت از ناشرهای عزیز. ما مملکتمون انقدر وسیعه، انقدر بزرگه، برای عکاسی کردنش یه عمر 60 ساله من یا عمر 62 ساله من تازه میتونه 1000مشو عکاسی کنه. من تو آلمان رفتم از چون یه منطقه زندگی میکردم، اومدم رد شم، از یه باقی رد شدم که دیدم سیبا رو دارن خاک میکنن. دو تا از سیبا رو برداشتم، از در اومدم بیام بیرون، یارو با اسلحه جلو من واسه تو به اجازه که دو تا سیب برداشتی. گفتم با من مال یه سرزمینی هستم که وقتی میرم یه جا عکس میگیرم ماشینمو پر طالبی میکنن، پر سیب میکنن، دیوارشون رو انقدر کوتاه میگیرن که درختا میاد اینور، برای مردمی که از اونجا رد میشن بتونن چغاله بخورن، سیب بخورن، نه گردو بکنن ببرن. از توی یه باغ رد میشی انقدر بهت میرسن که شرمنده میشی که چجوری جوابگوی اینا باشی. وقتی توی اشایر میری، وقتی یه چوپونت که تمام زندگیش 4 تا بزه حالا داره گوسفنده کسان دیگر هم میگردونه رد میشی، انقدر با روی باز ازت پذیرا میشه که میگی خدایا اینا کیان؟ فقط خدا خواستم خدای من علیل و ذلیل نکنی و من چون بیمه نیستم، حداقلش خودت مثل همیشه همونجور که همیشه منو حمایت کردی و تو پناه خودت نگه داشتی، یه کاری کن مریض نشم. اگرم میخوام مریضیم فقط یه تب، بعدش هم منو بفرستون دنیا، ولی تو رو خود اگه میشه یه کاری کن، یه دوربین کوچیکا من بذارم تو کفنم اون دنیا بتونم یه 4 تا عکس بگیرم، چون میگن این دنیا خیلی قشنگتر از الان از حالاست. در صد زندگیم گذشته، بعدم زندگی نکردم، دائما تو سفر هستم، توی ایران تا دلتون بخواد دوست دارم، آشنا دارم. خسته نباشید. خسته نباشید.
از این سوپر رویام دیدم. البته کارت یو عالی عالی عالی. این سه تو بنا خیلی بهتر. خیلی نورم خوب بود. خوش وقتانه آمادگیش هم داشتیم حتی بکنم اکسی شده باشیم. البته شما آمادی خیلی عالی. هستم باشیم. عاشق کارم هستم. ادامهش میدم تا روزی که زنده هستم. همیشه هم از خدای خودم خواستم که آخرین شاطر من زمانی بزنه که منم آخرین شاطرم رو میزنم. یعنی قلب من زمانی بایسونه که منم آخرین شاطرم رو زده باشم. بیا 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 خوشگل بیا قربونت برم بیا. چون گویم و محکوم به غلطیدن و رفتن تا اوج سرازیری این راه سرازیر،